اداره تازه پاسپورت که یکی از شفافترین اداره ها در دوران جمهوریت بود، در حکومت طالبان به یکی از فاسدترین و ناکارآمدترین اداره تبدیل شده است. در هشت ماه گذشته بار بار این اثر بسته شد و روند منظم کاریش را از دست داد. پاسپورت افغانستان هرچند در زمان جمهوریت هم از پایین ترین سطح اعتبار برخوردار بود، اما حالا با حاکمیت طالبان در رده بندی اعتبار در قعر فهرست قرار گرفته است. هرچند به دارندگان این پاسپورت کشورهای موجود مثل ایران و پاکستان آن هم با دشواری ویزه می دهند، اما متقاضیان این سند مسافرت به میلیون ها می رسند. یکی از دلایل رجوع بیش از حد مردم برای اخذ پاسپورت فرار از کشور است. اما با این پاسپورت آیا می توان خود را به کشور امن و مهاجر پذیر رساند؟ راهبچه‌های قانونی رسیدن به اروپا و غرب چیست؟ چرا آنها حتی با رسیدن به کشورهای غربی با 1001 مشکل مواجهند؟ این بحث روز است. بخیر بانده بحث روز با من وحیده پیکر هستید. مهمان های ما در برنامه امروز خاطر عطایی فعال حقوق بشر، ریحانه گنج نوان از بادی فلاحچیان و فعال مدنی در آتم که بعدا با من خواهد پیوست، و خواجه محمد بوربندی عضو انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان میباشند. اصا خود را با خانم خاطره اطبی آغاز می کنیم. البته شمار زیاد از مردم افغانستان متقاضی پاسپورت است. خودتان هم شاید یکی از آنها باشید. شما پاسپورت برای چی نیاز دارید؟ سلام عرض دارم به شما و میمانه ایستا. پاسپورت به خاطر رفتن از خارج از کشور در محکمه